با مجموعه خبری ساعت ده با من یماسیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. فریاد قربانیان برای تغییر سیاست ارگ در برابر طالبان. خانواده قربانیان حمله انتحاری دیشب خواستار کیفر سنگین به هراس افغانانند. چرا کرزای پس نمیشه؟ ولی از خدا نمیتونی پس شو؟ پس شو ظالم؟ بگنه این کل پره، کل پره این گناه چطره تو بشه؟ نه کار خدا شما باید جلوی نمی کارشا بگیره دولت. ضعف در نهادهای امنیتی مساوی با قوتگیری حملات انتحاری. تحلیلگران میگویند نهادهای استخباراتی در مهار عملات پیچیده و انتحاری هنوز هم کوتاه میآیند. جهت اساسی سان ضعف کار کشفی و استخباراتی هست. قالین افغانستان به نام پاکستان و به کام پاکستان. قالین های بافته شده قالین بافان افغانستان به نام پاکستان به بازارهای جهانی عرضه می شود. جنسشان پیش از پیش خرید میشه توسط تاجرای پاکستانی و او صادر میشه به نام پاکستان. خداحافظی چین با سیاست تک فرزندی. چین سیاست تازه چند فرزندی را در این کشور به اجرا میگذارد. سلام و شب شما بخیر. شمار کشته شدگان حمله انتحاری بر یک رستوران لبنانی در منطقه وزیراکبرخان کابل به 21 تن رسید. تمامی کشته شدگان این رویداد غیر نظامیان هستند که برای نان خوردن به این رستوران آمده بودند. 13 خارجی و 8 افغان مشمول کشته شدگان این رویداد هستند. شمار از اعضای خانواده قربانیان این رویداد خواستار کیفر سنگین به هراس افغانان هستند. نخستین نشانه مهاجمان انتحاری همین جاست. در ورودی رستوران لبنانی تاورنا. حمله کننده نخست در برابر در ورودی مواد همراهش را منفجر می سازد تا راه برای دو حمله کننده دیگر باز شود. کسای میمانه ایدم داخل بودم نان می خوردم. بگم منیجر ما بود، باشپز ما بود. کل گره کشتم. دو حمله کننده دیگر اما بعد درون رستوران می روند و بر مهمانانی که سرگرم نان خوردن بودند تیراندازی می کنند. در این رستوران هیچ نشانه نظامی دیده نمی شد. انتحاری ها در آمدند و تلفاتش بر ما معلوم نیست. با ما گفتم می تانم که چند تا موتر خساره دیده. در حدود 1-4-5 تا موتر خساره دیده و یک نفر زخمی بود. این حمله 21 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. یک زن افغان و 4 زن خارجی نیز مشمول کشته شدگان هستند. 13 خارجی و 8 افغان در این حمله جان باختند. 2 شهروند کانادا، 2 شهروند امریکا، 2 شهروند بریتانیا، 1 شهروند لبنان و 1 شهروند روسیه و 8 شهروند کشورمان در میان کشته شدگان این رویداد هستند. 4 کارمند سازمان ملل متحد و رئیس صندوق وجهی پول در افغانستان نیز در میان کشته شدگان هستند. گل احمد راننده است که شاهد این رویداد بوده است و حمله کنندگان دوستانش را در برابر چشمانش به گلوله بستند. دو نفر دیگر را دیدم که کلاشینکوف ها بودند. وقتی که من خود از زیر در موتر کشیدم، اما رفیق من به بسیار نامردی با وجودی که زخمی هم بود، یک چند مرمی دیگه هم زدم اینجا شهیدی ساختن. غمناکتر از این اما جاییست که 7 فرزند پدرشان را از دست دادند و تمامی اعضای خانواده به سوگی از دست دادن این عزیزشان ناله و فریاد می کشند. محمد علی راننده ای بود که انتظار برگشت عامرش را می کشید. این مرد یگانه تکیگاه فرزندان و همسرش بود. شاید با دیدن گریه و زاری فرزندان کوچک این مرد کسی نتواند جلو اشک چشمانش را بگیرد. چرا کرزای پس نمیشه؟ بلی از خدا نمیتونی پس شو؟ پس شو ظالم! بگنه این کل پره، کل پره این گناه چطره تو بشه؟ نه کار خدا شما باید جلو این نمی کارشا بگیره دولت! اینجا نیز 2 تابوت زن و شوهری به شانه کشیده شدند که با تازگی ازدواج کرده بودند و برای نان شب به این رستوران آمده بودند.
دا خود اسلام نه بغیر خبره ده دا خود اسلام حکم نه منی دا خود بشره به سرک باندې تیرد سیاسره ور سره بس کلاشینکو فورت نیواله بس انتحاری په صفاتوک بس دیمو وشته. اما چرا رستوران نشانه مهاجمان می شود؟ رستوران که نه میدان جنگ است و نه هم اردوگاه نظامی. نهایت وحشت اینا را نشان می ده. اهدافشان کاملا معلوم است. اهدافشان این است که وحشت در افغانستان ایجاد شود و خاصتا کشتن خارجی ها یکی از اهداف عمدهشان در افغانستان است. رسیدن مهاجمان انتحاری بر یک رستوران در منطقه محافظت شده و دیپلمات نشین وزیر اکبر خان پرسش برانگیز می توان بود. گذر از این همه پاسگاه های امنیتی و خود را رساندن به یک چنین جای کار ساده ای نیست. سر از این می لحظه آمیر صاحب حوزه چار که وزیر اکبر خان مربوطیش می شه ده می شه ده حوزه ده که وزیر اکبر خان مربوطش میشه جمع قماندان توله امو ساحه و جمع کارمند شرید جنایی اینا به تعلیق آمدن از این امیل ازا و از اینا تحقیق شد که چرا ای تو واقع شد واقعی دیشب. پس از حمله انتحاری در نزدیک محل برگزاری لوی جرگه مشورتی، این حمله مرگبارترین حمله انتحاری در شهر کابل بود است. حمله بر رستوران لبنانی در کابل واکنش های گسترده داخلی و بیرونی را به همراه داشته است. رئیس جمهور کرزه این حمله را به شدت نکوهش می کند و می گوید که مبارزه بهار از افغانی زمانی به پیروزی خواهد رسید که میان قربانی و هراس افغان تفاوت قائل شود. دبیر کل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این امر را به شدت نکوهش می کند. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که طالبان با انجام این کار بار دیگر بی‌پرواییشان را در برابر بشریت نشان دادند. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و عالمان دین حمله بر غیر نظامیان را به هیچ عنوان پذیرفتنی نمی دانند. برای بحث بیشتر سید علی رضوانی روزنامه‌نگار با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای رضوانی. شکر شما. حالا از اعلامیه آقای کرزی شروع بکنیم. بیشتر نوک پیکان انتقاد آقای کرزی از آمریکایی‌ها است، حتی از طالبان اسمی هم نمیبره. فکر میکنین به چه دلیلی؟ من فکر میکنم که متاسفانه در افغانستان بعضی از مسائل سیاسی و مشکلاتی که وجود داره سبب شده که ما مسائل بسیار مهم و عمده کشوری را مثل امنیت مردم، امنیت جانی مردم را قربانی یک سر مسائل سیاسی بکنیم و این مسائل را بیشتر در اعلامیه‌ها و مسائل را مطرح بکنیم و اعلامیه جناب آقای رئیس جمهور بیشتر این نشان میده. ببینید اون چی که مهم من فکر میکنم مسئولیت حکومت افغانستان و در رأس آن جناب رئیس جمهور این است که امنیت جانی مردم را تأمین بکنه. کسانی که در رستوران میره نه قصد یک عملی نظامی را داره و نه اونجا یک پایگاه نظامی هست. اونجا وقتی که حمله صورت میگیره بیشتر در واقع مردم بیدفاع و غیر نظامی مورد حمله قرار میگیره و مسئولیت جانی و حفظ جانی اینها هم مسئولیت حکومت افغانستان است، مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان است. ما خوب است که به خاطر بعضی از مسائل سیاسی مسئولیت ها و تکالیف خود را نسبت به فرد جامعه و شهروندان خود فراموش نکنیم. حالا این حمله دقیقاً در زمان اتفاق میفته که گرم است بازار رهاسازی زندانیان طالبان از زندان بگرام و این کمیته رسیدگی هم میگه که اینا چون مدارکی در موردشان وجود نداره رها میشن. از سوی دیگر شما شاهد هستین که مقامات آمریکایی و شهروندان افغانستان نگرانیشان را از بابت رها شدن بیروی این زندانیان ابراز کردند. آیا واقعا دولت افغانستان در پی تقویت جبهات طالبان و حملات انتحاری طالبان است؟ من فکر میکنم که نتیجه چنین میشه. یعنی شما ببینید وقتی که یک کمیته ای که به هیچ عنوان مشروعیت حقوقی و قضایی نداره، در صورت که زندانیایی که به هر صورت ادعا میشه و گفته میشه مدارک علیه اونها وجود داره که اونها در درگیری ها و در حملات انتحاری و در حملات دهشت افکنی دخالت داشته و این مدارک وجود داره و به دولت افغانستان داده شده،
با اون همه شما بجای این که دستگاه های عدلی و قضایی مسئولیت بررسی دوسیه ها و پرونده های اینا را به عهده بگیره، داده میشه به یک کمیته و بیشتر برخورد سیاسی به این قضیه میشه، نه برخورد عدلی و قضایی. آنچه که خیلی مهم است در مورد دوسیه زندانی های بگرام این است که یک، اولا که این برخورد کاملا یک برخورد سیاسی است، برخورد قضایی نیست. چرا؟ به خاطر که درست است یک کمیته میتونه تحقیق بکنه، اما کمیته نمیتونه تصمیم بگیره در مورد زندانی که متهم است در مورد این کار رها بکنه. این مسئله کاملا جداست و از مسئولیت های دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان است. دوما بحثی که در اینجا وجود داره این است که آمریکایی‌ها مکررن میگه که اینها کسانی هستند که در حملات تروریستی و در حملات انتحاری دخالت داشتند، ولی با مدارکی را هم دارند که به دولت افغانستان سپردند، ولی با اون همه باز هم حکومت افغانستان اصرار میکنه بر آزادی اینها. و در گذشته ما متاسفانه موارد را داشتیم که اینایی که آزاد شدن رفتن در صفوف مخالفین دولت افغانستان پیوستند و این مشکلات را بیشتر میکنه. حالا اگر این سیاست همچنان ادامه پیدا بکنه، نرمش حکومت افغانستان در برابر طالبان، رهاسازی زندانیان طالبان، فکر میکنین آینده چه خواهد شد؟ چیزی که به نظر میاد این است که افغانستان در یک سردرگمی به سر میبرد. در گذشته ها کی این سردرگمی را ایجاد کرده آخر رزبان؟ من فکر میکنم نوع برخورد که حکومت افغانستان، نوع تعریفی که حکومت افغانستان کرده از مخالفانش، از تروریست‌ها و کسانی که دشمن مردم افغانستان است، این سبب شده که این سردرگمی به وجود بیاید. یک بار این سیاستمدارای ما، دولت مردان ما، کسانی را که خون را میندازد در سرکا و خیابان‌های کابل و جاهای دیگه افغانستان، برادر میگه و یک روز اونا را دشمن خطاب میکنه و این سبب شده که ما در واقع معیارها و استانداردها را در این مورد گم کنیم و ندانیم چی کار باید بکنیم. این سبب شده که این نوع برخورد میشه که 80 نفر از کسانی که در واقع به عنوان انسان‌های بسیار عناصر بسیار خطرناک تلقی میشه، اینا از زندان خلاص میشه و نهایتا اینا قطعا به کجا میره، جایش در کجا خواهد بود؟ نه در درون حکومت افغانستان، بلکه در صفوف مخالفین حکومت افغانستان. خب با توجه به این وضعیت چگونه میشه وضعیت را تغییر داد و این انگیزه را و نیروهای امنیتی داد تا بیشتر در برابر طالبان بیستن؟ ببینید، من فکر میکنم ما در مورد نیروهای امنیتی ما یک مسئله تکنیکی داریم که مشکلات را به وجود آورده برای نیروهای امنیتی ما، به خاطر که در نیروهای استخباراتی اون چی که اصل هست این است که باید پیشگیری صورت بگیره. وقتی عمل صورت میگیره، عمل انتحاری صورت میگیره، بالاخره تعداد یا کم یا زیاد اونجا خسارات داره، اما اون چی که مهم است از نظر پیشگیری، ما نیروهای استخباراتی ما کاری شایسته و خوب را متاسفانه تا حالا انجام داده نتونسته. یک بحث دیگه ای که باز هم سبب شده یک مقدار سردرگمی در نیروهای امنیتی و استخباراتی ما با وجود بیاید، همون مسئله است که قبلا عرض کردم، یعنی یک نوع نگرش سیاسی به این قضیه و اون نگرش متناقض هست و همین نگرش متناقض هم سبب شده که در نیروهای امنیتی و استخباراتی اون انگیزه لازم برای مبارزه وجود نداشته. سپاسگزار از شما سید علی رضوانی، روزنامه‌نگار. تشکر. در اثر اصابت یک موشک بر میدان فوتبال در ولسوالی میوند ولایت کندهار، 3 بازیکن فوتبال کشته شدند. سخنگوی والی کندهار میگوید که طالبان بر این میدان فوتبال موشک شلیک کردند. حکومت به دادستانی کل دستور داده تا بررسی هایش را درباره منابع تمویل پیام های بازرگانی که در شماری از رسانه ها پخش می شوند و از خانه آمه را مخشوش می کنند آغاز کند. رئیس مرکز رسانه های حکومت می گوید که با پخش پیام های بازرگانی زیر نام خواست ملی، هدف های سیاسی مشخصی دنبال می شوند که با قانون اساسی کشور همسویی ندارند. دادستانی کل می گوید بررسی ها در این بار آغاز شده و از این میان تنها پرونده تلویزیون تولو به این نهاد رسیده و زیر بررسی قرار دارد. رئیس مرکز رسانه های حکومت می گوید که برخی از رسانه ها خلاف قانون اساسی نشرات زیر نام پیام های بازرگانی نشر می کنند و از خانه آمه را مخشوش می سازند. بعضی از رسانه های در داخل کشور ما، یعنی رسانه های افغانی، پیام های را تحت نام اعلانات تجارتی به نشر می رسانند. این پیام ها هویت ادرس های مشخص نیست،
به خاطر دنبال کردن یک هدف سیاسی مشخص و در عین وقت یک جانبه غیر متوازن این کار انجام میده. انتقادهای بیشتر حکومت بر آن پیام‌های بازرگانی است که خواستها بیشتر برای امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا مطرح می‌شوند. افغانستان ډیره برخه خلق دغه تړون غواړي، اکثریت غواړي دغه تړون، اما دغه تړون بیا په هغه چوکاټ کې باید تنظیم شي او د حکومت مسولیت دا دی چې د افغان ولس لپاره هدیازمي مصلحت تضمین کړي، او دا هغه څه دي چې زموږ په رسمي موقف کې لورای اخکاری. در همین حال سخنگوی لوی سارنوالی میگوید مواردی که خلاف قانون اساسی کشور در رسانه ها نشر شوند، این نهاد صلاحیت مداخله را برای بررسی های آن دارد. لوی سارنوالی افغانستان کاملا صلاحیت دارد که در این سم مداخله کنه و یا هر نوع موضوعی که خلاف قوانین نافذه کشور، خلاف موضوعاتی که حکومت افغانستان، مردم افغانستان مثلا خواهش از او را داره و در مطبوعات انعکاس پیدا میکنه یا در جراید رسمی، لوی سارنوالی افغانستان صلاحیت داره که در روی سم مداخله کنه. اما پس از چاش سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که تنها پرونده تلویزیون طلو در باره نشر پیام‌های بازرگانی که منابع تمویل آن مبهم است به این نهاد رسیده است و بر بنیاد قانون زیر بررسی قرار دارد. فعلا یک موضوعی که شواهد مدارک مکمل رسیده در هی دوسیه موضوع تلویزیون طلو هست و خواهش لوی سارنوالی هم از تمام مطبوعات همی است که هیچ وقت خلاف مساله ملی موضوعات را نشر نکنند که نه در قوانین نافذه کشور او آمده باشه. اما دیدبان رسانه های آزاد افغانستان میگوید که بررسی هر گونه تخطی و تخلف های رسانه ای تنها از صلاحیت های کمیسیون رسانه های همگانی و وزارت اطلاعات و فرهنگ است. هر گونه بررسی تخطی یا جرایم از طرف هر نهادی مخالف قانون اساسی افغانستان است، حتی اگر از طرف دادستانی کل یا لوی سارنوالی افغانستان انجام شود. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان تاکید می ورزد که با فرارسیدن برگزاری انتخابات دیده می شود که حکومت می خواهد تا رسانه ها را زیر فشار قرار دهد و تلاش دارد تا دوربین رسانه ها را از رویدادهای انتخاباتی به دور نگه دارد و انتخابات را از سوی گروه های خاص مهندسی کند. نهادهای استخباراتی و کشفی در مهار عملات پیچیده و انتحاری هنوز هم کوتاه می آیند. آگاهان نظامی می گویند که نیاز از دولت افغانستان برای جلوگیری از این گونه رویدادها به مرزهای کشور به گونه لازم توجه کند و بر نهادهای استخباراتی فشار بیشتر آورد. این آگاهان بدین باورند که بسیاری از این عراس افغانان در پاکستان و با کمک فرماندهان بازنشسته سازمان استخبارات نظامی این کشور آموزش می بینند. این حمله درست در جای صورت گرفته است که از رهگذر امنیتی در خط سبز قرار دارد. کابل در یک هفته دو بار گواه حمله های انتحاری و گروهی شده است. اما این بار مهاجمان یک بخش دیپلمات نشین حفاظت شده و بسیار مهم پایتخت را نشانه گرفتند و به آسانی به این محل حمله کردند. مشکل اساسی ما در دو جهت داره. جهت اساسی استان ضعف کار کشفی و استخباراتی هست اصلا، و دومی از اینکه عدم همکاری مردم، عدم همکاری افراد ملکی، عدم همکاری شهروندای ما، اینا به مثل پرنده وار عمل نکردن، اینا توسط یک واسطه انتقال یافتن. آیا پرسش در اینجا هستن که واسطه چرا چک نشده، کنترل نشده؟ پلیت دولتی داشت، واسطه دولتی بود یا اشخاص افرادی که بودن با فرم دولتی بودن؟ انجام حمله های گروهی و پیچیده نیازمند آمادگی های زیاده است. از آمادگی های جنگی گرفته تا انتقال جنگ افزارها و درگیری های چندین ساعته. اطلاعات بسیار دقیق وجود دارد که در وزیرستان جنوبی، در حوزه مکین، در وزیرستان شمالی، در نقاط مختلف و بخشی در چترال به کمک سازمان استخبارات پاکستان، شبکه القاعده، لشکر طیبه، حرکت المجاهدین، شبکه اقانی، ای افراد برشان آموزش های خاص داده میشه و بعد تقسیم میشن بر وظایف مختلف هم در افغانستان هم با سایر کشورهایی که مورد نظر شبکه القاعده و پاکستان باشه.
شاید این هم از برای سال 2014 باشد. 2014 رسید و ظاهراً هراس افغانان هر آنچه در توان دارند انجام می دهند. اما در سالهای پیش این گونه نبود. در فصل سرما بسیاری از بخشهای کشور در آرامش بسر می بردند و کمتر گواهی چنین حمله هایی بوده است. رهایی زندانیان خطرناک، گزینه صفر ساختن نظامیان خارجی و انتخابات نیز می توانند از پهلوهای درشت سال روان میلادی پنداشته شوند. در هر شورشگری نبرد روانی قلب آن است و برای طالبان انفجار یک بم حتی اگر بسیار کوچک هم باشد در کابل بسیار با اهمیت است نسبت به اینکه بروند و دشت‌های وسیعی را در جنوب و یا بخش‌های دیگر از کشور زیر اداره‌شان بگیرند. شریف امیری، تولونیوز. مجلس نمایندگان کشته شدن غیر نظامیان را در ولسوالی سیاهگرد دره غربند به شدت نکوهش میکند. هیئتی که برای بررسی این رویداد به ولایت پروان رفته بود میگوید که هرچند در این رویداد 5 طالب کشته شدند، اما آمار تلفات غیر نظامیان و کودکان در این رویداد بیشتر بودند. عمله های طرف های درگیر زندگی مردمان این دری کوچک و باریک را به چالش های روبرو ساخته است. در این میان عمله های اواهی نظامیان خارجی بر بخش های از ولسوالی سیاگرد در غوربند خشم کابل را به امراه شد و هیئت برای بررسی این رویداد گماشته شد. این هیئت بررسیشان را این گونه فشرده می سازند. هر عملیاتی که منجر به شهادت افراد بیگناه زردیده و فقیری کشور می شود از نظر ما قطعا محکوم است. مسئولین نهادهای امنیتی، رهبری سیاسی دولت افغانستان مکلف است هر گونه اقدام نظامی که صورت می گیره باید نتیجه از این چنین نباشه. در یک خانه 8 نفر که طفلا و زنا و تقریبا 4 دختره که در این خانه بوده که سنایش حدودا از 5 ساله تا 8 ساله بوده، دو برادر بوده و دوری سفیدان در این خانه بوده که حدودا تلفات و ملکیش که ما دیدیم 12 نفر بوده. 5 نفر از طالبان کشته شده که مردم جالبی بود که وقتی ما مردم محل آمد با اون ملاقات کردیم، از نزدیک دیدیم مردم پیشوری هیئت و پیشوری مقامات ولایتی که والی ولایت رئیس امنیت و قماندان امنیت حضور داشت استاد شدن، گفتن که ما به صراحت نه از طالب دفاع میکنیم. قسم مردم میگو که گویا امی ساعت های طالبا بوده، قرارگاه طالبا بوده، طالبا اینجا فعالیت داشتن، در برخورد نیروهای امنیتی و طالبا این مردم کشته شده. دری غربند ارچند در سالهای پیش از امنیت نسبی برخوردار بود، اما در سالهای واپسین این در گواه ناامنی های برخواسته از فعالیت طالبان و گروه های حراس افغانان شده است. تا لحظات دیگر، پایان سیاست تک فرزندی در چین. پس از این شهروردان چینی میتوانند دو فرزند داشته باشند. باز هم خوش آمدید. چین سیاست تازه چند فرزندی را در این کشور به اجرا می گذارد. مقام های چینی می گویند که از این پس شهروندان چینی می توانند دو فرزند داشته باشند، در حالی که پیش از این شهروندان چین نمی توانستند بیشتر از یک فرزند داشته باشند. مقام های چینی می گویند هدف از تغییر آوردن در سیاست تک فرزندی در این کشور افزایش نیروی کار در این کشور است. مقام های چینی می گویند که قرار است این سیاست از ماه مارچ سال روان میلادی به اجرا گذاشته شود. بر بنیاد این سیاست تازه چند فرزندی در چین، پس از این هر جفت در این کشور می تواند دو فرزند داشته باشد، اما به شرطی که پدر یا مادر خود تک فرزند باشند. مقام های بهداشتی چین می گویند که با عملی شدن این سیاست تازه، سالانه هزاران کودک بیشتر تنها در شهر بیجینگ به دنیا خواهند آمد. پیشبینی های ما نشان می دهند که با عملی شدن این سیاست تازه تنها در شهر بیجینگ با گذشت هر سال 40 تا 50 هزار کودک اضافه به دنیا خواهد آمد. در حال حاضر بسترها در مؤسسه های مراقبت زایمان در بیجینگ به اندازه کافی وجود دارد. پیش از این در چین تنها به خانواده های اجازه داده می شد فرزند دوم داشته باشند که پدر و مادر هر دو تک فرزند می بود. مقام های چینی می گویند که سیاست فعلی سخت گیرانه تک فرزندی در این کشور رشد اقتصاد چین را با مشکل روبرو کرده است، زیرا این سیاست نیروی کار را در این کشور کاهش داده است. در همین حال سیاست تک فرزندی در چین از بیش از 3 دهه به این سو باعث اختلال در نسبت دختران به پسران نیز شده است.
اکنون در چین در برابر هر 120 پسر 100 دختر وجود دارد که به این گونه نزدیک به 30 میلیون پسر چینی نمی توانند دختری برای ازدواج بیابند. سیاست تک فرزندی در چین از سال 1979 میلادی به این سو به هدف کاهش رشد جمعیت به صورت جدی و سختگیرانه عملی می شد. و 90% قالین بافان کشور در پاکستان فعالیت دارند و قالین های بافته شده آنان با نام پاکستان به بازارهای جهان صادر می شوند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند با توجه به شهرت جهانی قالین افغانستان، حکومت باید زمینه لازم فعالیت قالین بافان افغان را در حال حاضر در پاکستان کار می کنند در کشور فراهم سازند. این در حالی است که افغانستان برای دومین بار جایزه جهانی بهترین قالین را در نمایشگاه جهانی در آلمان به دست آورده است. در پایان نگاه دیگر به چند خبر. شماری از اعضای خانواده قربانیان حمله انتحاری دیشب خواستار کیفر سنگین به هراس افغانانند. حمله انتحاری دیشب طالبان بر رستوران لبنانی در کابل واکنش های گسترده داخلی و بیرونی را برانگیخته است. و با تغییر سیاست تک فرزندی در چین شهروندان این کشور پس از این میتوانند چند فرزند داشته باشند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.